مردم شریف عزیز، سلام و درود بر شما. جنگ یعنی از قبل مهندسی شده در قفقاز جنوبی شروع شده، بازم بر سر قره‌باغ کوهستانی است. اینجا سوالات عجیبی است. امریکا در قضیه داخل است، ایران پشت دروازه، اما ولایت سیونیک به اصطلاح دنبالی جنوبی ارمنستان که سرحد داره با ایران منتظر انکشافات است. ما این مسئله را بحث میکنیم در این لحظه که ما شما صحبت داریم. جنگ در اونجا جریان داره و نتیجه معلوم نیست. موضع کشورها که بالاخره هر کدامش چیزی دیگه در همجوش برای خود میپزن هنوز معلوم نیست. ما این را بحث میکنیم برای فعلا با جناب غوث جانباز، کارشناس اما جیوپولیتیک امی منطقه و که عرصه مطالعاتیش امی حوزه قفقاز و روسیه است. جناب جانباز صاحب، با تشکر از شما که در این لحظه با ما طرف هستین و وقت دادین ما را که چند سوال مطرح بکنیم. اینطور قرار است اولی که بین معاصره سفارت روسیه بعد از این جنگ که شروع شده در ایروان سفارت روسیه را محاصره کردن، دهی اصلا گپ اصلی چی است؟ چرا اینا جنگ در قره‌باغ شده سفارت روسیه محاصره شده؟ این چه پیوند است؟ خب سلام به شما جناب معمول و به تمام عزیزایی که ما را میبینن در سرتاسر دنیا. امی یک اصل است جناب معمول که کشورهایی که دیاسپورای زیاد دارند در دنیا و اتفاقا امی کشور مادری و پدری ما و خودتان اونمو طرف روان است که یک دیاسپورای بسیار کلان در دنیا پیدا میکنه و دیده شده که دیاسپورای افغان در سر تا سر دنیا از این امکانات که برش دست میده چه قسم استفاده میده. ما این حاشیه را به خاطر چی اینجا جا دادم؟ به خاطر از این که ارمنا در سر تا سر دنیا بسیار زیاد هستن، در روسیه به حد زیاد هستن، در اردوی روسیه زیاد هستن، در قدمی نیروهای امنیتیش هم قابل سرمایه‌دارای ملاحظه بزرگی در امریکا هم هستن. بدون شک. امیل میخواستم بگم در روسیه، در فرانسه، در کانادا، در ایالات متحده امریکا و در دیگه کشورها، در لبنان. خب در لبنان موجب قسم بومی حساب میشن، در خود ایران یک جمعیت ارمن ها وجود داره. حرف محرم از چی هست؟ حرف ای است که خب صرف نظر از اینکه ارمنستان تقریبا بیشتر از 200 سال یا قریب 200 سال در امپراتوری روسیه بود و بعد از اتحاد شوروی بود، این خو یک طرف قضیه که یک مملکت بوده. دیاسپورایی که در فدراسیون روسیه است، ارمن، او یک تصور را خلق کرده که منافع دیاسپورا و منافع کشور مقیم یکیست که اتو نیست. اینمی تصور کاذبه. باید که افغان ها هم متوجه باشن که در کشورهایی که وا هستن که منافع از وا الزامن در تطابق با منافع کشور میزبان قرار نداشته باشد، مخصوصا در جهت کشور آبایی شد. ارمان های نمی باور کاذب داشتن و دارن و نوزا متاسفانه که از روسیه بسیار توقعات کهکشانی دارن، در حالی که ارمنا در روسیه یک اقلیت است. سیس یک دیاسپورای قابل نفوذ است، لیکن این یک اقلیت قومی است، یک کس است که حتی بومی نیست در فدراسیون روسیه، لیکن اینا از اتباع متساوی حقوق روسیه هستند، تاثیر بسیار کلان دارند. لیکن دینمی مقطع زمانی منافع فدراسیون روسیه من حیث یک دولت و دیاسپورای ارمن تطابق ندارد و اینمی توقعات بی جای بگویم یا بیش از حد بگویم باعث میشه که یا عکس العمل های عجیب و غریبه که غیر متمدن است تو برو سفارت معاصره بکن. از یک طرف با تبل ای میکوبین که ما امرای فدراسیون روسیه دوستای تاریخی هستیم و
ما ایسوی هستیم، اونا از ایسوی هستن و بگیر و نمان و دوستی ما بسده ها میرسه و گفت باز میرین سفارت محاصله میکنیم که کار غیر متمدن است. و حمله که انجام گرفته از طرف نیروهای آذربایجان صورت گرفته، اینا دنبال سفارت روسیه چی میکنن؟ خو عرض کردم امیره که یا توقعی بسیار زیاد دارن یا میگن که ما در جمع شما هستیم، چرا شما خاموش هستیم؟ کاملا و دیگه ای که خب نیروهای صلح فدراسیون روسیه که به توافق هر دو طرف هم ارمنستان و هم آذربایجان از سال 2020 به او طرف ده اوج مستقر هستند، یا فکر میکنن که یا بر دفاع از ارمنا اوج مستقر هستند؟ نه خیر، و بر تامین یک متارکه در اوج مستقر هستن، نه برای دفاع از کسی، نه از آذربایجان نه از ارمنستان. و امو میشنه که دارن و میشنه هر دو هر سه کشور سرش مهر سر زیرش امضا کرد و وظایف او میشن معلوم است. قرباخ یا قسم که حال آذربایجان ها تاکید میکنن که ما فقط قرباخ بگوییم، قرباخ کوهستانی نگوییم. خب به هر حال ما چون به یک قسمت مردم بیطرف بله، هستیم، منافع عمومی در منطقه می خواهیم تحلیل بکنیم و تاثیر زیر سر فرا منطقه و مخصوصا سر کشور آبایی ما به ارتباط با توقعات بیش از حد جناب مامون و ای که درک نادرست از وضعیت که روسیه میه این میل دیگه هم از ارمنستان دفاع میکنه و هم از قره‌باغ دفاع میکنه، و در حالی که خود ارمنستان میگه که قره‌باغ جزء لاینفک مشروع اراضی یا قلمرو آذربایجان است. خب وقتی که اتر است درست و آذربایجان مدت هاست که برات میگه که بالاخره بریم به یک فرمول همزیستی، او میگه که ما قرباغ به حیث یک منطقه یا اراضی خاص اقتصادی اعلان میکنه که اوج ارمنا تمام حقوق خود داشته باشند من حیث یک اقلیت قومی. در کشورهای متمدن اقلیت قومی امتیاز است جناب محبوب، و ارمنا با این هوشیاری که دارن از این امتیاز باید استفاده کنند. راه دیگی وجود نداره، قره‌باغ جزء اراضی آذربایجان از نظر حقوقی. حالا چی میکنی که آذربایجان زورت هم نمیرسه که آذربایجان صد رقم شعبده بازی هم کردی، تطبیقات هم رای امریکایی ها برای انداختی. خب او تطبیقات 80 نفر امریکایی بود و همو تقریبا از همو سالایی که قوای ناتو و امریکا و افغانستان رفتن هم یک جزوتام کوچک، جزوتام هم گفتن نمیتونیم یک چیز بیشتر از دو سه تور آخر شد یک تولای نفره این تو یا شاید دو تولای یک آه. تولای نمقدر بالکل و سم می گرفتن دمی عملیات های به اصطلاح صلح و بیرون ما در ترکیب اکثر کشور ها. خب اما از نظر سیاسی این تاثیرات خود داشت و روسیه را چلنج میکنی، ایران را چلنج میکنی، در که خودت محاط هستی از چهار طرف به خشکه و به کشورهایی که همراه تو بسیار دوست نیستن. این اقدامات انجام میتی اعلان میکنی که ما اشتباه کردیم که سر روسیه اعتماد کردیم. خب سر کی اعتماد میکنی؟ اگر چه قسم پیش میدی؟ همین فرمول همزیستی رو که نات میکنی از روسیه خو روی گشتاندن. حال همزمان با جنگی که در قره‌باغ شروع شده، آذری ها میگن که ما تمام قوای نظامی از اینا که هست پایگاه نظامی شان ما بیرون میکنیم، خونسا میسازیم، کار تمام. اما همزمان در خود پایتخت ارمنستان خیزش های خیابانی به وقوع پیوسته که خواستار سرنگونی دولت هستن همزمان. ای با او چی پیوندی داره؟ خب امیره که از یک طرف خب اول که سر اقدامات آذربایجان کما که بپردازیم جامعه آذربایجان تصمیم خود گرفت، وضعیت هم معلوم میشه که خوب محاسبه و سنجیده. ایران کاملا دینمی معادله کاملا بیطرفی خود حفظ میکنه تا وقتی که قضیه یا مداخله نظامی در منطقه زنگیزور یا موسیونی که است در اوج صورت نگیره، او هم از طرف کشورهای غیر منطقه صورت نگیره دو تا او هده او کوشش میکنه که مداخله نکنه. لیکن در قسمت زنگیزور ایران احتمالا که آرام مانده نتانه.
مخصوص تحركات ارمنستان یگانه متحد تکتیکی که ایران بود امور را از او دور ساخت. ایران عملا روی گشتاند دیگه از ارمنستان و مسافر فدان وزیر خارجه ترکیه به ایران و سفر اردوغان به سوچی همراه دیدارش با پوتین اینجا نیمی مسئله را تقریبا فیصله کرد. حل و فصل ساخته که ما و این تحرکات و بیانات مثلا مکرون و دیگرها این همین کشورها را بیدار ساخت، بیدار ساخت که باید اقدامات بکنند. حال مردم ارمنستان چی میخواهند؟ مردم ارمنستان به این فکر هستند که صدر اعظمشان که نیکول پاشینیان باشه او اقدامات کافی را برای از این که دفع بتانه اقدامات آذربایجان به دست نگرفته و معمولا در شرایط که پیدا میشه باز مظاهرات خود دیگه شروع میکنن. عین گپ بود وقتی که آذربایجان اما اراضی خود آزاد میساخت، به عین ترتیب با میخواستن استعفای پشینیان هم. حالا معلوم نیست که مثلا امی خب پشینیان رفت، کی میایه بجایش؟ یعنی کسی درست که میاد و جنگ به جنگ دوباره با آذربایجان میره، یعنی چی خواسته چی است؟ اصل گپ میجاست که خب ظرفیت جنگ جبهه‌ای ایره مثلا آدم باید بسیار نظامی نباشه که بفهمه که جنگ ظرفیت جنگ کردن در این شرایط امرای آذربایجان که تا دندان مسلح است و هنر جنگ بسیار خوب آموخت و همه روزه اکمالات میشه از طرف ترکیه، اسرائیل و دیگه کشورها با مدرنترین تسلیحات و ای که اردوی آذربایجان بسیار آماده به جنگ است و این میال داخل جنگ است و اهداف شما می است که تا آخر پیش میره، تا آخر به این معنا که هیچ نوع مقاومت نظامی را یا گروه های شبه نظامی را در قره‌باغ نمیمونه و کاملا یک اراضی غیر نظامی باید به نظر آذربایجان این منطقه باید کاملا یک اراضی غیر نظامی باشد که اوجه بتانه امو قوانین خود آذربایجان تنفیذ بکنه و ضمنا اعلان کرده رسمی که این منطقه خاص رشد اقتصادی باید باشه. آذربایجان دیده میشه که مردم از که متمدنتر فکر میکنن و میفهمن که این مردم یک فرهنگ خاص خود دارن، تاریخ خاص خود دارن، از مذهب و از دین دیگه هستن. او قسم نمیشه که مثلا تو کتی یک آذربایجانی برخورد میکنی و به عین ترتیب کتی ارمنا. ای خصوصیات و مشخصات ارمنا را باید و شاید که وارد نظر بگیرن که میگیرن از اون خاطر هم منطقه را به منطقه خاص اقتصادی اعلام میکنن. بسیار خب خوب. امروز با شما شاید بفهم میبخشین این که خب ما که تاریخ منطقه قره‌باغ میبینیم بسیار قدیمی است، این جنگ بسیار پیچیده هم است، پر از اما به اصطلاح اما سمت و سوای تو در تو است. اینجا تأمین صلح خیلی دشوار است برای دائم، خصوصا که حالا چند کشور در اطراف این قضیه آمده دخالت کرده، اسرائیل است، امریکاست، روسیه است، ایران است، هند است. اینجا آلی جنگی که صورت گرفته ظاهرا بین روسیه و امریکا و همچنان ایران یک تفاهم از پیش صورت گرفته، این تو معلوم میشه. حالا که این چنین است، یعنی گام بعدی چی خواهد بود؟ یعنی گام بعدی صلح و آرامش در منطقه است یا گام بعدی اشغال ناگانی سیونیک باشه؟ خب اقدامات میتونم متحاوه و متنوع باشه، ده شک نیست. دیده شود که امی مسیر جنگ به کدام ترتیب و به کدام نحوه پیش میره. امروز که ما فریادهای زیاد شنیدیم از غرب، مخصوصا حتی بلینکن چند بار بسیار بار اول بسیار به شدت گفت که بند کنین و مداخله است که باعث
فاجعه بشری میشه و اقدامات نامناسب است و نامتناسب است و از این کلمات. خب عکس العمل مثلا مکرون ما میتونیم که سرش بحث نکنیم، او خواهمو یک دنده ای پیش میره و به یک ترتیب میبینم. جالبشی بود که قبلا خو ارمنستان، خب دیگه چک نیست جناب معمول که حلقات بسیار قوی در مناطق حلقات بسیار قوی فرا منطقه ای بگویم برنامه چیزی داشتن که یک جبهه دوم در اینجا باز بکنن بر علاوه اوکراین. و یک خبر که همین فقط یکی دو ساعت پیش ما امروش آشنا شدم مویی که قرار بود دیروز که نمیفهم با وقت شما پریروز میشه دیگه یا دیروز میشه، قرار بود که یک کودتا در گرجستان صورت بگیره و در اوج چون حکومت که فعلا در گرجستان است حکومت است که معلوم نیست که همی سمت و سوی از این کدام طرف است. مثلا رئیس جمهورش بسیار متمایل است به طرف غرب، صدر اعظم بسیار متمایل است به طرف فدراسیون روسیه و دمی چوکات منطقه می خواهد بانه. مردمش هم به این ترتیب مردم منقسم شده است، یعنی هنوز معلوم نیست که گرجستان کدام راه را و کدام مسیر نهایت انتخاب خواهد کرد. مثل در اوکراین 2014 تقریبا و ایج میخواستن که یک و ایر رسما اعلان کردن امو کمیته امو استخباراتش است به نام کمیته دولتی امنیت، یعنی امروز اعلان کردن که قرار بود که در گرجستان یک کودتا صورت بگیره. خب هنوز اعلان نشده که کودتا را کی میکرد. خب یک چیز معلوم است که بعد از ای که رای ایران سر ارمنستان بند شد که از اوج هم ایران و هم هند سلسله اکمالات و ارسالات تجهیزات و تسلیحات میکردن، او را که بند شد یگانه را برای ارسال به ارمنستان یعنی گرجستان بود. ایالات متحده امریکا و ناتو در 2004 یک قرارداد همکاری های نظامی را همراه گرجستان به امضا رساندن که در پرتو از او گرجستان مکلف شده که به شمول از اینکه همکاری نظامی، تطبیقاتی، تجهیزاتی و آموزشی می داشته باشه اکمالات که ایالات متحده امریکا و ناتو برای کشورهای سوم در نظر می گیره از طریق قلمرو از او می تانه تیر شود عبور بکنه و او اکمالات مثلا از مو یک پایگاه نظامی ایالات متحده امریکا و از یونان که از انتقال پیدا میکرد تا به سواحل رومانیا در بحیره سیا و از اوجا به بندر پوتی گرجستان و از اوجا باز به خوشکت تا به ارمنستان. قرار به این بهتر یک بعض از آگاهان امور یعنی یک بر ای کودتا مرتبط است با همین بحران بالا آمده ارمنستان. خب ما شما میبینیم که دفعتا وضعیت در جنوب قفقاز دفعتا به یک جوش آمده، ما میبینیم تحرکات ارمنستان دفعتا. خب ای خو منزل قرباخ کدوم چیز نو نبود، چرا دفعتا ای آتشی شد، چرا اتر آتش فشانی شد دفعتا، ای مصاحبه مثلا پشینیان با روزنامه لا ریپوبلیک ایتالیا که ما اشتباه کردیم که اتکا کردیم به فدراسیون روسیه که ما سیاست خود تغییر میتیم و از این قبیل که با ما نزدیک میشیم و سفر خانم رئیس جمهور در صدر اعظم ارمنستان به اوکراین کمک های بشری و تهدیدات و قسم اظهار نارضایتی ها و دیگه و دیگه و دیگه، حتی استرداد نمایندهشان در دفتر پیمان قرارداد امنیت دست جمعی و دیگه اقداماتی که واقعا
نشان میداد که یا در حالت یک نوع گذار از او وضعیتی که هستن، وضعیت حقوقی سیاسی هستن، میخواین از او رو تغییر بدن. و این تغییر به چه ترتیب میدید؟ قسم یعنی اتکابه کی میکنید؟ درست؟ خب ما فکر میکنم که از یک طرف نمی اقدامات خوب سنجیده شده بوده، در یک جای خوب برنامه ریزی شده بوده، ای که اما نتیجه نهایی از این یگان نفر بازی با صفر هم یک بازی است، نه خب یعنی مبازه. ای یعنی بندوبست ها و ای به اصطلاح مقدمات عملیاتی که شما میگین بوده همش علیه روسیه است، یعنی به این ده ترتیب. ده ده ده. خب اگه علیه روسیه که است، در این حال مقامات ارمنستان اخیرا از خطر یک کودتای روسی در ایروان هم چیزهایی گفته بودند که خطر کودتا میره، بنان ای ادامه معاصره سفارت روسیه در ایروان مرتبط است با یک نوع زهر چشم گرفتن از روسیه، یعنی که مقابله با یک نوع شبه کودتاست. خب آنچه که ارتباط میگیره به معاصره سفارت، خب ما فکر میکنم یک عمل احمقانه است از طرف بعضی حلقات غیر متمدن. ای فروکش خواد کرد، ای یک تهدید طفلانه است که چی بگی سفارت. لیکن اصل گپ ای است که این تغییری که در جامعه هدفش نه تنها روسیه است، ایران هم است و در کل علمی وضع جایش سیاسی را جیو استراتژیک هدف ای است که ای باید تغییر بخوره. و طبیعتا که با در نظر داشته ای تغییر یا نارام ساختن علمی منطقه، ای به ضرر قدم اول فدراسیون روسیه و ایران است. از اینجا بازی میشه که مدیریت شود اقدامات بعدی و این چیزا درست سنجیده شده باشه. ناکامی کودتا در گرجستان در این مرحله ای اقدامات ضد ایران و ضد فدراسیون روسیه را و اقدامات که آذربایجان میکنه در قره‌باغ و اقدامات بسیار با جرأت بدون از اینکه متوجه و واقعی بگذاره به عکس العمل های اینان، گرچه بسیار فشار است، امی اظهارات بلینکن که ما دیدم در حد تهدید است. در عین حال اردوغان در اجلاس شورای اجلاس عمومی سازمان ملل متحد حمایت خود اعلان کرد از بله آذربایجان، که البته این تصور هم می رفت که دیگر رقم نمی شد. در این حال اظهارات مکرون با وجود از اینکه ببینین می یعنی حرکات که پشینیان میکنه و حکومتش تصور یک نوع ساده لوحی را، ساده لوحانه بودن هم برای آدم خلق میشه. خب این فکر میکرد که مکرون میاره، مکرون نامد، در مکرون در امریکا طول آمده، امریکا خود جریان است با اینا. اینا خب اترام گفتن میشه، این ملاحظه شما دقیق است، اترام گفتن میشه که ای که مکرون نامد، مکرون شاید ایالات متحده امریکا گفته باشه که تو برای از بازی که در بازی ما داخل میشه، این احتمال از این میره. و بعد از ناکامی کودتا در گرجستان احتمال از این میره، چرا که این ظرفیت باز فرانسه تبر که نداره که اقدامات تا این اندازه سازماندهی بکنه. این دیگه باز لالای کلام. بله. خب یک تشکیلات سیاسی دیگه است در داخل ارمنستان به نام مادر ارمنستان یا ارمنستان مادر، همین یک چیز است که خواستار استعفای پاشینیان است. هدف چی است؟ اگر پاشینیان بره، در واقع جنای امریکایی ضعیف میشه و در این حال پاشینیان با اقدامات خود موقعیت خود را زده خراب کرده و باید جا خالی بکنه که تا یک نیروی تازه دم بیاید. این نیروی تازه دم از کجا پر میشه؟ از روس الهام میگیره یا از ملتگرایی خود ارمنستان الهام میگیره؟ یا ملتگرایی روی خود مهم نیست، بیشتر تاثیرات روسیه و امریکا است. یعنی ما میتونیم بگوییم که بر سر ارمنستان آل یک مسابقه و یک کشتی روان است. اینجا سه حالت میتونه که به وجود بیاد. از یک طرف در داخل خود ارمنستان اینمی خب مشروطن میگیم که دو جهت، جهتی که طرفدار قطع روابط با فدراسیون روسیه است
و جهت که میخواهد به تمام مانا مایل شود به غرب. درست؟ خب این کشمکش بین نمی دو جانب است. درست؟ ای که به چی می انجامن ما در روزهای نزدیک خواهد دیدیم. البته نفوذ فدراسیون روسیه در ارمنستان به حد زیاد است، مخصوصا دیاسپرایی که بسیار پر نفوذ است، و البته آل یک کمک متشتت شده، یک امو آجندای واحد نداره. خب باز هم نفوذ بسیار زیاد است. در عین حال تمایلات به غرب هم که غرب میتونه ما را نجات بده، غرب میتونه ما را نمیفهم حقوق ما را احیا بکنه. معلوم نیست که اصلا کدام حقوق یا سرش صحبت میکنن. خب حالا مثلا تو ما شما میگیم نید زبانهای خود که همسایه از طرف خداست، امی ترکیه همسایه است، اینمی ایران همسایه است، اینمی آذربایجان بدت می خوشت می، اینمی همسایه است. خود تو چی کده میتونی؟ به چی ترتیب میای؟ مثلا فرانسه از کدام را میای داخل که تو را حمایت کنه، یا ایالات متحده امریکا از کدام را؟ از آسمان خو دفتر نمیفته، از یک قلم را باید عبور کنه. ترکیه راش نمیته، مثلا ایران را نمیته، روسیه را نمیته. چی و ضرورت بود که کتیدیمی فرمول همزیستی در منطقه و توافق برسه که نرسیدن. خب حالت سوم چی است؟ حالت سوم احتمال درگیری جنگ داخلی در خود ارمنستان است. ارمنستان این تجربه را داره. ما شما اگر شما باید داشته باشین، سال 2009 بود یا خدا گردن مبسته نکنه، اینمی حلقات قومگرایانه به شمول یک حزبشان از دنام دشناک تیون و ایگپا در وجه بسیار زیاد است. یعنی خب اول خو یک جمعیت بسیار فقیر است، سطح زندگی بسیار پایین است، و اینمی تفاوت و کنتراست بین مردم به حد زیاد است. غریب و فقیر و کسی که معاش بسیار پایین داره یکم به وجه است. البته یک الیت هم یک کلاس متوسط هم وجه است. خب او کلاس متوسط در مقایسه با کشورهای اروپایی نیست. یعنی دمو سالا حمله کردن اینمی گروپ به پارلمان، با در وجه چند نفر به شمول امو سپیکر پارلمان از بین بردن. یعنی این تجارب جنگ داخلی ده ارمنستان دار، و یگانه چیزی که یار انوز دفع میکد و جلوگیری میکد از بروز اینمونطور وضعیت که میتونه این کشور شانه ببره و جنگ داخلی، اینمی مناقشه با آذربایجان است که یار متحد میساخت. حال اگه این تشتت زیاد شود، این کشور داخل جنگ داخلی شود، این دیگه تباه میکنیم مملکت. خب اینجا آقای اردوغان از میز خطابه سازمان ملل متحد یک نکته را اشاره کرد که میتونه یک به قلب ایران یک سیخ بزنه. یادم گفت که هدف ما و باکو کوریدور سیونیک همو زنگزور است. ای به چه معناست؟ خب در حالتش یعنی ای به این معنا نیست که بعد از قره‌باغ نوبت سیونیک است؟ دور از امکان نیست. یعنی مباحث بگویم یا ای که قضیه زنگزور باید حل شوه و اینمی دهلیز که وصل میکنه با ترکیه ای باید ایجاد شوه، ای خب به هر ترتیب ای کار شدنی است. خب حرف اساسی دیگه از جناب مامون که اگر دیگه این کار به طور نظامی صورت بگیره، ایران میتونه که بی‌طرف نمانه و به اشتراک نمانه. اینطور حتی بگیم حتما در اینجا عکس العمل خود میکنه و آماده هم است که و قسمی که ما شما در مبحث قبلی شاید گفته بودیم که امو فرمول سه جمع سه در اینجا کارا است. ولو اگه زنگی زور است، ولو اگه قره‌باغ است، اگه در کل روابط است بین این سه جمهوریت که گرجستان باشه، ارمنستان باشه، آذربایجان باشه، یعنی می کمپلکس مسائلی که در اینجا هست، تضادهایی که بین از یا هست، با جمع سه کشور دیگر که از این منطقه است که او فدراسیون روسیه است، ایران است و ترکیه است، در تفاهم با یا باید حل شود. این کشورها خودشان اینمی اقتدار، اینمی ظرفیت نداره.
گرچه آذربایجان خود پوزیشن میکنه که آل او کاملا مستقل است و مستحکم است و مبسوط است و سیاستش قابل پیش بینی است، خب به هر حال ما شما در حد تحلیل یعنی تو گفته میتونیم که در بازی منطقوی لاقل فعلا این میسه کشور سرنوشت از یارو باید تعیین بکنه، یا اگر سرنوشتشان رو تعیین نمیکنه امی قواعد بازی را یا می ستاتس کوو که میگن این میره این میسه کشور دیجا میتونن تامین کنن. بله اگر بازی از این سه جمع سه خارج میشه طبعا که عکس العمل ها همه طرف بازیگرای منطقوی مشدد میشه و وضعیت میره به طرف ازی که از کنترل خارج شد، و اگر از کنترل خارج شد ای به نفع هیچ کدامشان نیست. یعنی با اشاره به سخنان آشکار آقای اردوغان که هدف ما عبور از سیونیک است به طرف آسیای میانه، وصل کردن ترکیه به آسیای میانه به جهان ترک، او خب علنی اموتر میگه و شما گفتی که حتما ای کار میشه. اگر حتما ای کار میشد کار که به جنگ نمیکشید تا حاله، یعنی چیزی هست که مانع ازی میشه و ترکیه را تو به این شکلی که با یک فشار و با یک تکبر مثلا می از منطقه میگه ما تیر میشیم، اگر میشد تا حال میشد. یعنی از این بعدم یعنی تحت شعار همی که ما از سیونیک میگذاریم به طرف آسیا میانه، ای با مقاومت مواجه نمیشه از طرف ایرانیان؟ میشه، ما عرض کردم که شیویش فرق میکنه. ما وقتی که میگم جناب مامون که این کار دیر یا زود میشه، ما با فرمول مسالمت آمیز ای معضله اشاره میکنم و ما از این برمیایم که خرد سیاسی ای سه کشور جمع سه کشور بالاخره یک قرارداد عمومی اجتماعی را بین از یا ایجاد میکنه که در اوج منافع هیچ کدامشان متضرر نشد. این طبیعی است که انتگریشن بین ترکیه، آذربایجان، حتی همی ترکیه امرای امی ارمنستان ای یک امر طبیعی است و همچنان امرای ایران. ایران یک جزء ارگانیک اینمی منطقه است و همچنان فدراسیون روسیه. درست رای دیگه نیست، یعنی حتی برای ارسالات و مواصلات و انتقالات و دیگه زنگی زور، یعنی دیگه حالت قرار میگه که کار باید شوه، لیکن مهم است که کار چه قسم میشه. اگر این کار بزور شوه خو ایران عکس العمل نشان میده، دوم همی خود ارمنستان هم بادم دست کم نگیره. طبعا اینمی حالت فرسایشی دوامدار که اینجا حملات صورت بگیره، تخریب صورت بگیره، سبوتاش صورت بگیره، ای خو هم به نفع هیچ کسشان نیست. ای که سیاست مثلا ترکیه سیاست پان ترکیزم داره، ای خو بر مثل آفتاب روشن است، و ایران مثلا سیاست های خود داره که یک سیاستشون مصدور انقلابات اسلامی است یا دیگه گپا است، و هم روشن است. لیکن در این حال اینجا فرمول را دسترسی در کار است که منافع یعنی کلشان بدون بده جنگ همی کار را شود، بدون جنگ خطال نشده همی کار. میتونه این حال اگر ولی قرار میتونه باشد که یک حال گپ به اینجا رسیده که نوبت گشایش یک جبهه علیه روسیه رسیده، روسیه او طرف مشغول است، این طرف نفوذ خود از دست داده کم شده، یعنی فضا برای گشایش یک جبهه اوکراین قفقاز به اصطلاح چقدر مساعد است حال دمی دوا و دنگله؟ اینجا مهم ای است جناب مامون که امی وظیفه ای که برای پشینیان و تیمش داده شده اجزای از کدام ها است. اگر اتر شوه مثلا که دیج یک مداخله بیرونی صورت بگیره، این وضعیت طور شوه ارمنستان و رهبری فعلیش خود طور پوزیشن بکنه که نشان بده که قربانی است، که در بدر است، که حتی خود پوزیشن کنن که یک جنوساید دیگه علیهشان واقعی رو دوست دارن، نمیشه تکرار میکنن که ترکیه جنوساید کرده، آذربایجان جنوساید کرده و دیگه و دیگه. یعنی اگر غرب پیش بره در عکس العمل خود
وهدف أممي است که ایجابی وضعیت نارام شد و وضعیت خارج شد از کنترل. ولی ما به با این باور ندارم که فدراسیون روسیه تو حتی ترکیه که ولو که متحد ناتو است و ایران ای نمیمونه که وضعیت آل از کنترل، آل همی قطعه بیخی باز شده جنرال مامون. و صرف نظر از اینکه یا رغم از اینکه روسیه مصروف در شرق اوکراین مصروف است، صرف نظر از او یعنی اینقدر نیرو داره که این فلنگ خود متوجه باشد و در تبانی با ترکیه و ایران، و شما میبینین که تصادفی هم نبود که وزیر دفاع فدراسیون روسیه این امروز در ایران است و معلوم میشه که تعاملات و اقدامات در روی دست میگیره. یعنی من فکر میکنم که وضعیت اما قطاع زود باز شد و اقداماتی که آذربایجان کرد این کاملا محاسبه شده بود که اینمی بسیار وقتش هست در این گیردار ما یک چیز دیگر هم میبینیم که ام کانال اطلاع رسانی واگنر بر علیه پاشینیان بسیار شدید یک بیانیه صادر کرده. ای چه معنا؟ خب ما فکر میکنم که این بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و بیشتر جنبه سایکولوژیکی است، جنگ سایبری است. ما بعید میدانم که واگنر کدام اقدام خاص را دمی شرایط یا لاقل دمی یک دورنمای نزدیک دیجا مرئی بتوانه اجرایی بتوانه، ما فکر نمی کنم. راستی شما در یکی از برنامه تان اشاره کرده بودین که یکی از تیارای واگنر یفگینی پریگوژن رفته بود به باکو. بله خدمت شما عرض شود که خانم و اولادای یفگینی پریگوژن در آذربایجان زندگی میکرد و وقتاً فوقتاً وجب او می رفت و از او عیادت می کرد. سوال به وجود می که چرا در ارمنستان نبود؟ در ارمنستان نفوذ مثلا قوای مسلح فدراسیون روسیه بسیار زیاد است و او در تضاد بود با اردوی روسیه. متوجه هستن امر وزیر دفاع و لوی درستیس و او انتقال نداده بود، بلکه تمام خانوادهش، این خانمش، اولادش در باکو لیج بودن مستقل. شاید از این خاطر است که واگنر گفته که آذربایجان باید با ارمنستان با می پاشینیان مثل یک فاحشه اوکراینی رفتار کنه. ای تو به این اندازه ای تو یک موضع گیری نشان دادن. پس ما آخر قضیه را چطور جنبندی میکنیم تا می لحظه که جنگ اونجا در جریان است؟ یعنی یک دورنما را که اگر ما مجسم بکنیم به چه ترتیب است؟ خب تحلیل ما درست جناب معمول که آذربایجان اهداف را که پیش روی خود مانده او را تطبیق میکنه. اراضی قره‌باغ کاملا غیر نظامی میکنه، دیمیلیتارایز میکنه او را. در اوج اسلحه که بتانه آذربایجان را تهدید بکنه یا نیروهایی که آذربایجان را بتانه تهدید کنه، ای را خونسا میسازه، ای را از بین میبره. ای منطقه را کاملا منطقه ملکی میسازه. این شاید یک روز، دو روز، یک ماه دوام کنه، من نمیفهمم، من نظامی نیستم. اما اونجا سفیر آذربایجان در امریکا گفته که 10,000 عسکر است در منطقه که آذربایجان حمله کرده. از قوای ارمنی 10,000 عسکر است، 100 دستگاه تانک است، دیگه ماشین های مغربوی است، 200 توپ است، دیگه ماشین های سیستم های راکت انداز است و حتی سامان های جنگ الکترونیک رادیویی از این قبیل پاس. یعنی او اگر مقاومت کنه چی میشه؟ خو آل خو امروز که ما اینا اطلاعاتی که خود آذربایجانی ها رسما میتن، ده ها دستگاه پرتاب راکت های هوایی، تانک ها، پوسته ها، زریدار ها و زری پوش ها و دیگه و دیگه، یعنی از 40 تا از 20 تا 40 تا 60 اراده یا از بین بردن و همچنان دستگاه ها و وسایط مختلف یعنی از تسلیح بین وسایط. بردن، یعنی جنگ شدید است. جنگ کاملا جنگ است که البته ارمن ها میگنش یا قرباق میگن یا کسی کس مقاومت کرده نمیتونه و می ساعت های پیش کسی که در
رهبری مقرباغ از ارمنا قرار داره و پیشنهاد کردن که مسئله بره به طرف حل صلح‌آمیز. خب از یک طرف فشارهای بیرون هم زیاد شده، لیکن آذربایجان این معرکه را بگویم یا این معادله را تا آخر پیش میبره. یک دوم، او بازی که برای انداخته شده بود برای دستبلایز یا بی‌ثبات ساختن قفقاز جنوبی دینمی مرحله به نظر ما خونسا شد، اما قطاع زود باز شد و بازی را که آذربایجان پیش برد ایره خونساتر ساخت. ارمنستان خونسا شد یا تازه شروع شد؟ یعنی ما هدف ما از خونسا ساختن چی است؟ شاید که منازی نظامی در داخل قره‌باغ دوام پیدا بکنه تا خونسا ساختن امو نیروهای نظامی در قره‌باغ، این مسئله جدا است، لیکن بازی کلان خونسا شده لاقل دینمی مرحله، یعنی دستابلایزیشن ساختن خود این منطقه، بی ثبات ساختن منطقه، دینمی مرحله دفع شده. و او ترتیبی که پلان بود، پروگرام بود که ارمنستان به ایجا اختلاف نه تنها سیاسی ده بلکه یک اکسان عمل نظامی میشه و باز فرانسه داخل میشه و امریکا به ترتیب زی داخل میشه و این گپا، اینی بازی و مخصوصا با در نظر داشته کودتایی که در گرجستان احتمالا رخ میداد، اینی گپا آل به اینی مسیر پیش نمیره لاقل، یعنی وضعیت زیر کنترل این میسی کشور مانده فعلا ترکیه، برای ایران و روسیه. وضعیت طوری است که تقریبا آدم میتونه در این حال بگوید که هنوز سر فیلم هم است. چرا به این ترتیب که شروع شده؟ خب شما حق دارین که امت رو بگوین، من به او غرض ندارم احتمالا، لیکن به مجبهه که امی حوزه حوزه رو میخواستن تبدیل بکنن برای یک جبهه دوم، درست این می لازم ما مثلا ایره منتفی میدانین، محتمل یعنی رف منتفی رویو نه شده. منتفی نه در ایجا ما کتشما موافق هستم، لیکن محتمل امیاله نمید. بسیار تشکر از توضیحاتتان، از اینکه با موضوع روشنی انداختین و ما مباحث بیشتر انکشافات را دنبال خواد کردیم. بیننده عزیز، تا اینجا بحث ما دمی مقطع به پایان میرسه، چون وضعیت در کل قفقاز جنوبی هنوز روشن نیست. ممکن است تا ساعت بعد بسیار حوادث رخ بده، مثل مثلا احتمال کودتای گرجستان که ظاهرا سرکوب شده، و این موارد ما شما را در جریان حوادث داغ خواهیم گذاشت. تا بعد. شکر، خداحافظ.